Más bro. Levas. بالا گرفتن درگیری ها همزمان با امیدهای تازه برای صلح. نماینده آمریکا در گفتگوهای صلح افغانستان بعد از 9 دور گفتگو با طالبان به کابل رسید. در 60 دقیقه امشب میپرسیم داستان جنگ و صلح افغانستان به اوج رسیده؟ دو میهمان برنامه از لندن و کابل از دو طرف ماجرا میگویند. همچنین در برنامه امشب درگیری کوتاه ولی پرمعنای حزب الله لبنان و اسرائیل. تکاپوی دیپلماسی برای نجات برجام، وزیر خارجه ایران عازم مسکو شد، معاونش فردا راهی فرانسه می شود. خودروسازی ایران زیر ذره‌بین قوه قضاییه و مجلس. آنها می گویند فساد مالی و سوء مدیریت در این صنعت به اندازه جنگ خسارت زده. و در 80مین سالگرد جنگ جهانی دوم ایران بی‌طرف بود، اما آتش این جنگ دامان مردم آن را گرفت. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. میگویند توافق در دسترس است، توافقی که شاید برای آمریکا تمام کننده طولانی ترین جنگ تاریخ این کشور باشد و برای افغانستان پایان چرخه خشونتی 40 ساله، 18 سال آن با حضور مستقیم آمریکا. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان بعد از 9 دور گفتگوی کشدار و پرجنجال با طالبان حالا از احتمال توافقی تاریخی سخن گفته، ولی این یک روی سکه است. روی دیگر سکه جنگ خونین در قندوز در شمال افغانستان است که با حمله همه جانبه طالبان شروع شد. دولت میگوید توانسته اوضاع را تحت کنترل در بیاورد، ولی جنگ دیگر در بغلان ولایتی در شمال کابل ادامه یافته. با این اوصاف مفهوم یک توافق چیست؟ ساحل این دریای خون کجاست؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از علی حسینی. حمله طالبان دیروز قندوز شمال افغانستان. وزارت داخله گفته 56 جنگجوی طالبان، 20 سرباز امنیتی افغان و 5 غیر نظامی کشته شدند. در زمان این حمله هزاران کیلومتر دورتر از اینجا در قطر طالبانی دیگر در حال نهایی سازی توافقنامه صلح با دیپلمات‌های آمریکایی بودند. خبر این حمله را در نشست قطر زلمه خلیلزاد و نمایندگان طالبان داد. از آنها خواست به خشونت‌ها پایان دهند. طالبان گوش نکردند و بلافاصله به شهر پل خمری حمله کردند. نشانی صلح با آمریکا و جنگ با دولت افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. قطر در 10 ماه گذشته میزبان نمایندگان آمریکا و نمایندگان گروه طالبان بوده. مهمترین اتفاق این 10 ماه رسیدن دو طرف به یک توافق خواهد بود. توافق خروج نیروهای خارجی از افغانستان و تضمین طالبان به جلوگیری از تهدید علیه آمریکا از خاک افغانستان. زلمه خلیلزاد شب گذشته نوشت که به کابل می رود. او گفت در آستانه توافقی هستند که خشونت را کاهش داده و راه را برای مذاکرات درباره صلح با عزت و پایدار خواهد گشود. در کابل قرار است زلمه خلیلزاد جزئیات مذاکراتش با طالبان را با رهبران دولت وحدت ملی در میان بگذارد. انتظار می رود بعد از مشوره زلمه خلیلزاد با مقام های افغان و احتمالاً مقام های پاکستانی، این توافقنامه بین ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان با حضور نمایندگانی از روسیه، چین و قطر امضا شود. بعد از امضای این توافقنامه آغاز گفتگوهای بین الافغانی است. دولت افغانستان گفته برای حضور در این مذاکرات و گفتگوها آمادگی کامل دارد. گفتگوهایی که بعید به نظر می رسد آسان و بدون از جنجال باشد. علی حسینی، بی بی سی، کابل. موضوع رو با دو میهمان به بحث میگذاریم. سید اکبر آقا از مقامات ارشد پیشین طالبان که از کابل با ما هستند و همینطور اینجا در استودیو هارون امیرزاده تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان. اجازه بدید که گفتگو رو با کابل شروع بکنم. آقای سید اکبر آقا،
مذاکره میان دو طرف به کجا رسیده بعد از 9 دور؟ الان آقای خلیلزاد آیا اطلاع دارید که با چه حرف جدید و نوی به کابل اومده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به حدی که ما خبر داریم مذاکرات بسیار خوب بوده، اما لیکن بعضی مشکلات قبل بعد از دوری 8 پیدا شده و مواجه دوری هنو هم شروع شده. یک مشکل همه بوده که ترامپ گفته که ما در افغانستان یک قرارگاه استخبارات قوی میمانیم و دیگه در فرانسه ترامپ گفته که ما ضرب اجل که معلوم شوه برای خروج شدن نیروهای خارجی به همو وقت ما نیروهای خارجی را خارج نمی کنم. او سوم همو بوده که گفته که ما 5000 نفر از افغانستان خارج می کنم، دیگر می مانیم تقریبا 8500 در افغانستان می مانم. همو چیز ها بوده که اشتباه و شک به طالبان پیدا شده، نو به همو وجه دوری نو هم شروع شده. در دوری نو هم بعدی قیودات و شرایط آمده و که همو هم تا حل نشده. یک شرط همو بوده که طالبان گفته که کدام مرد توافق نامه امضا شوه باید همو پیمانی که سابقه که حکومت افغانستان امضا شده بوده اما باید لغو شوه. طالبان همو گفته و لیکن خلیلزاد گفته که همو پیمان باید بعد از خروج نیروهای خارجی لغو شوه. همو چیز تا حالا به فکر ما مانده، دیگه چیز ها کلش حل شده، امکان داره که همو چیزم حل شوه، لیکن به فکر ما یک دیگه دور میخواه که به دوری دهم شروع شوه. در دوری دهم هم همو موضوع حل شوه و هم امضای چیز توافقنامه هم امضا شوه. نو ما فکر میکنم تا همو جا رسیده. بسیار خوب آقای امیرزاده، از نظر شما کار به کجا رسیده؟ با مواردی که سید اکبر آقا اشاره کردند به نظر میاد که هنوز راه زیادی هم در پیشه. ببینید، در هر دور مذاکرات که تحت نام صلح ادامه داره میان ایالات متحده آمریکا و طالبان، خبرهای زود نقیز میرسه. یک روز خبر از پیشرفت میده، یک روز دیگه دوباره پس جنگ تشدید پیدا میشه و در آخرین دور اینطور شایعه ایجاد کردن که گویا توافقات کاملا به نتیجه نزدیک رسیده، ولی ما با یک پارادوکس بسیار بزرگ مواجه هستیم. از یک طرف تشدید جنگ میبینیم، از یک طرف امیدهای به نام صلح و مذاکرات را میبینیم. من فکر میکنم اگر مذاکرات صلح هم ادامه داره، شاید میان ایالات متحده آمریکا و طالبان باشه، ولی طالبان در عملا جنگ خود بالای مردم افغانستان 18 سال قبل آغاز کرده بودن و تا امروز ادامه میدن و فکر میکنم اعتماد کردن به طالبان به حیث یک گروه خشونتگرا که در مذهبشان صلح حرام است، در فرهنگ قبیلویشان صلح ننگ است و در و از حیث ماموریت یک گروه وابسته به کشورهای تروریستی و همچنان مثل پاکستان، اینها ماموریتشان است که در افغانستان از راه جنگ پیش برن و اینا شما میبینین که در عمل طالبان هیچ نوع علائم به صلح، ثبات، دوستی و وطن پرستی ندارن. بیشتر تمام تلاش و فشارشان نیست که از ایالات متحده آمریکا را بترسانن و سپیشن امتیاز بگیرن. آقای سید اکبر آقا، نظر شما در مورد حرفای آقای امیرزاده چیه؟ ولا نظر ما خواهم است که همه برادری ما خوب گفته، لیکن یک طرفه گفته. اما ممکن در نزدیک افغانستان نیست، بیرون است و همه خبر نیست که بمبارا و عملیات شبانه در افغانستان بسیار میشه. البته بسیار ملت ما و شما بسیار از بین میره. خو ما میگویم که هر دو طرف در همه وقت باید یک آثار صلح معلوم کنه. حکومت و خارجه که در اینجا عملیات شبانه میکنه باید همه یک اندازه نرم کنه و یا کم کنه یا بالکل ترک کنه و طالبان باید در عملیات خود را نرمی بیاوره تاکی ملت ما و شما امیدهای ملت ما و شما پیدا شوه که صلح در افغانستان میمیاد. وقتی که جنگ در قندوز رو میبینیم، وقتی که جنگ در بغلان رو میبینیم، فکر میکنید که طالبان به این توصیه شما گوش کرده باشند یا نرمشی نشان داده باشند اونطور که شما میگید؟
ما میگویم که دو روز پیش یا سی روز پیش در اینجا هم عملیات شبانی شروع بوده و شده. ما میگویم که هر دو طرف باید در عملیات خود را یک اندازه نرمی را اظهار کنه تا که ملت ما و شما به ملت ما و شما امیدا پیدا شوه که امیدا پیدا شوه اطمینان در افغانستان صلح میای. اگر امیدا نباشه ملت ما و شما ناهیل و ناامید شوه در افغانستان ممکن صلح از بین بره و به جای صلح مشدت جنگا شوه. آقای امیرزاده، آقای سید اکبر آقا میگن که خب مدت هاست این درگیری ادامه داشته، اگر انعطافی صورت نگیره این جنگ رو پایانی نخواهد بود. فکر میکنید که چه انعطافی بیشتر از این آمریکا میتونه نشون بده از خودش، غیر از خروج نیروهای خارجی و همینطور پذیرفتن طالبان به عنوان یکی از طرفها؟ من نمیدانم که در پشت سر پرده چی است. حرفای زده نقیب است از یک روز از افتخار بسیار افتخارآمیز آقای ترامپ است، صلح و مذاکرات، پیشرفت مذاکرات با طالبان صحبت میکنه. یک روز در مخالفت در کاخ سفید ما میبینیم که آقای بولتون مخالفت داره در اونجا. کاخ سفید خودش گیچس نمیفهمه با کدام یک گروه صحبت میکنه. گروهی را که خودش سالهای 90 آفرید، بعد ما مقابل در تحت نام القاعده با ایشان در جنگ قرار گرفت. حالا دوباره میخوان که افغانستان را با آنها تسلیم کنه تحت مدیریت پاکستان. من فکر میکنم که اصل مذاکرات که جریان داره معامله بین طالبان و ایالات متحده آمریکا است. این پیش شرط که ایالات متحده آمریکا گذاشته که طالبان باید تروریست ها رو خلص کنه، یه خیلی خنده آور است. از طالب که تروریست در جهان نیست. امروز بسیاری گروه های تروریستی خاورمیانه طالبان اعلام میکنن، از الگوی طالبان، دولتداری طالبان استفاده میکنن، از شیوه های کشتار و قتل و بیرحمیشان استفاده میکنن. من فکر میکنم اعتماد کردن به چون یک گروه، اینجا یک بازی خیلی در پشت سر جریان داره. آقای خلیزاد چیزی نمیگن ولی از کاخ سفید صحبت های با وجود میاد که زد و نقیز هستند. من فکر میکنم این چراغ سبز که ایالات متحده آمریکا به طالبان نشان داده و این جنگ تشدید کرده. ببینید یک از پارادوکس مسائل، ببینید که فرمانده نظامی ایالات متحده آمریکا در 8 یا 9 دور مذاکرات با طالبان همراه با خلیزاد نشسته، طالبان در دوحه و قطر کشورهای دیگه در آغوش میکشه، ولی امروز در صحنه جنگ در قندوز میره، میبینید که طالبان شهر رو گرفتن. این یک نوع بازی خیلی پیچیده است، مردم را گیج ساخته. آقای سید اکبر آقا، یکی از حرفایی که مطرح بوده این بوده که گویا طالبان تأکید داشتن که با اونها به عنوان امارت اسلامی افغانستان گفتگو بشه و این سند از طرف اونها با همین عنوان امضا بشه. اون به کجا رسید؟ طالبان اگر میخوان در قدرت باشن، مشارکت کنن، با چه موقع، در چه موقعیتی، با چه شکلی در حقیقت میخوان وارد قدرت بشن؟ علاقه طالبان میگوید که ما اما توافقنامه که امضا میکنم باید در توافقنامه نوشته باشه که اماره از طرف امارت اسلامی در بین امارت اسلامی افغانستان و در بین امریکا بعد امر کم امضا شود. لیکن اما موضوع علا حل شوه، ممکن یک طریقه جور شده که با امون طریقه حل شده. طالبان میگوید که غیر از او که دیگه مذاکرات که میشه در دیگه چیزا آتش بست است و یا طریقه کم و کیپی حکومت است، باید امو در مجلس بین الافغانی یا در جلسه بین الافغانی مطرح شوه. امو با امریکای تعلق نداره، با امریکای مطلق امو تعلق داره، چی که باید از افغانستان بیرون شوه و وقتی و معلوم شوه که در 14 ماه یا 15 ماه یا کم یا زیاد به همه وقت بیرون شوه. لیکن غیر از او خو همه کار ما کار افغانه هسته، همه به امریکا تعلق نداره. ما فکر میکنیم که همه دیگه چیزها که در افغانستان باید چرا کم حکومت باشه، موقت اداره موقت باشه یا دیگه یا دیگه، همه در جلسه بین الافغانی مطرح میشه، همه به افغانه تعلق داره. اینی که در گفتگوها چه اتفاقی میفته یک بحثه و اینی که خواسته طالبان چه هست بحثی دیگره. شما با اونها کم و بیش در ارتباط هستید، در گذشته از مقامهای پیشین طالبان بودید. طالبان به چه شکل میخوان در قدرت مشارکت کنند؟ پیشنهادشون چیه؟ اونها میخوان حکومت تشکیل بدن، بقیه وارد این حکومت بشن، یا اینکه اونها میخوان به اصطلاحاً جمهوری اسلامی افغانستان بپیوندند؟
ولا تعالی خو همو چیز ذکر نشده در مذاکرات فقط سی چیز ذکر شده یک همو چیز ذکر شده که موضوع مهم بوده که خروج شده این نیروهای خارجی بوده دیگه همو بوده که خاک افغانستان باید در مقابل خارجی هم استعمال نشوه سوم موضوع بندیا بوده که همو برای جلسه بین الافغانی بسیار فایده میکنه یک حسن نیت می آیا دامو ذکر شده پیکر میکنم که در متن توافق نامو همو چیز هست و البته بعد جزئیات دیگه هست خو کلی که هست همو کلیات همه هست که همو سی چیز هست لیکن غیر از او که طالبان چرا کم حکومت می خواهد شما گفت همو در بین مجلس بین الافغانی ذکر میشه بین الافغانی ما فکر میکنم که در همو وقت ملت افغانستان هم خواسته میشه که همو رقم ملت باشه که خاموش اکثریت است که نه با طالب است و نه با حکومت است و با طالب هم تاثیر داره با حکومت هم تاثیر داره با یک چیز متهم هم نیست در همو وقت ما فکر میکنم که همو حکومت باشه مثلا طالب باشه و خاموش اکثریت باشه و همو که جلسه بکنه در همو جلسه همو چیزها دیگه که اتش بست است و کم و کیپی حکومت است و همو کلش به همو وقت چیز میشه مطرح میشه و اما در همو جا حل میشه بله آقای امیرزاده از حرف هایی که تا حالا مطرح شده میشه فهمید که طالبان به چه شکلی از حکومت فکر میکنن آیا اونها اگر نیروهای خارجی در افغانستان نباشند راضی میشن که به حکومت فعلی بپیوندند به جای اینکه این حکومت رو کلن ساقط بکنن و خودشون یک امارت ایجاد کنن؟ ببینه طالبان مستار واضح صحبت میکنن موضوعگیری طالبان مستار واضح است دولت افغانستان جامعه جهانی است ایالات متحده امریکا است مجبور است که با طالبان صحبت کنه طالبان هر قدر که با طالبان صحبت کردن طالبان بیشتر خشونتشان بیشتر شد یک گام هم طالبان تا حال عقب نشینی نکردن از موضعشان و در مذاکرات صلح بین الافغانی گفتن در مسکو چندین مذاکره داشتن حتی رهبران افغانستان به شمول آقای کرزی که طالبان بسیار برادر ناراض میگه با قدرت رسان و در 10 سال گذشته طالبان دوباره زنده ساخت با همراه کمک پرویز مشرف در حضور همین با توهین‌آمیز گفت که ارتشتان لغو میکنیم امارت اسلامی میسازیم زنها را براشان هموس شیوه حکومتداری قبلی خود را تکرار کردن فکر میکنم که طالبان یک گام هم از عقب نشینی نکردن اگر عقب نشینی هم کنن تکتیکی میکنن زیرا در مذهب فرهنگ و روش طالبان عقب نشینی وجود نداره و خشونت کار عمده طالبانه طالبان میتونن بجز از جنگ دیگه هیچ نوع استعداد و توانایی نداره در صلح طالبان میمیرن طالبان در انتخابات معتقد نیستن باور ندارن و به جمهوری اسلامی افغانستان باور ندارن مذهب طالبان با مذهب افغانستان متفاوت است آقای سید اکبر آقا گفته میشه که طالبان ممکنه تغییراتی بکنن از گذشته درس گرفته باشن ولی تا چه اندازه خود شما از جمله کسانی بودید که در گذشته با طالبان کار میکردید الان کم و بیش از اونها فاصله هم دارید ولی خود شما اخیراً در یک گفتگو گفتید که زنها ناقص العقل هستند تا چه اندازه چهره های جدید طالبان رویه های گذشته رو دنبال نخواهند کرد من فکر میکنم در حد در هر کس با مرور وقت چیز میشه تغییر میآید ما فکر میکنم طالبان امتحان داده و یک خوامو در وقت خود بسیار امنیت در اینجا آورده بوده دیگه بعضی چیزا که پشت طالبان بعضی نپره میگوید همو ما فکر میکنم که همو دو رقم نپره است یک همو رقم نپره است که بعضی عیاش نپره است و عیاش پحاش همو یک طریقه اسلامی در اینجا خوش نداره و سبب عیاشی خود همو عیاشی به او غالب شده و بعضی نفر هست که همو متدل است و سبب تعدیل میگوید که در همو چیزا که در طالبا بوده خوب نبوده ما فکر میکنم که حال طالبا تجربه حاصل شده به طالبا طالبا در اینجا یک امر کم حکومت میخواه که ملت افغانستان میخواه به توافق آرای ملت یک ملت حکومت در اینجا میخواه اما معلوم تاله نیست که طالبان میگوید ما چی میخواهم یا چی میخواهم اما بعضی نفر هست که از طالبان خوف و ترس میکنه و مثلا بعضی نفر هست که از طالبان به همون وجه خوف میکنه که طالبان سبا
کتی ما چیز میکنه محاسبه میکنه ما شما در اینجا دیدیم که حالت در افغانستان چه حالت است پیسه که آمده و هر کس به جیب انداخته و همون کلان کلان جبه را جور کرده که پیسه بله بله فساد مالی در افغانستان هست شما به این نکته اشاره کردید ولی اگه طالبان برگردن هم با همین دیدگاه برمیگردن که زنان ناقص العقل هستن نو امو خود حدیث شریف رسول کریم صلی الله علیه و سلم است همون ناقص العقل به همون معنا نیست که نه عقل او بالکل نیست ناقص العقل همون است که در آیات آمده است که ان تذل احداهما فتذکر احداهما الاخرى در شاهدی هم آمده است که در آیات می آید که زنا که نسیان بسیار داره اگر نسیان یک چیز از زن هیر شوه دیگه باید بیاد او بیاره نو امو خود آیات شریف است اگر ما در آیات پس شما میفرمایید که در قرآن چه این چیزی یا در متون مذهبی تصریح شده آقای امیرزاده خیلی کوتاه در حد 30 ثانیه فکر میکنید که تغییری که ازش حرف زده میشه واقعا تغییری باشه که حتی جزئی کسی اون رو شاهد باشه و تفاوتی قائل بشیم بین طالبان حالا و 2001 فکر میکنم طالبان فعلی ادامه دهنده راه طالبان قبلی هستند و طالبان فعلی تندتر و پرخشونتر و ظالمتر و وحشیتر نسبت به گذشته است. متشکرم. خیلی ممنونم از هارون امیرزاده تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان اینجا در استودیو و همینطور از سید اکبر آقا از مقامهای ارشد پیشین طالبان در کابل با ما. اما 18 سال از آغاز حضور نظامی آمریکا در افغانستان می‌گذرد. جنگ افغانستان برای هر دو کشور هزینه‌های جانبی و مالی زیادی داشته. البته پیامدهای انسانی جنگ برای افغانستان به مراتب بیشتر بوده و غیر قابل محاسبه. برای آمریکا حضور نظامی هزینه‌های مالی هنگفتی داشته. مخارج جنگ در افغانستان برای آمریکا چقدر بوده؟ مهدی بیگی گزارش می‌دهد. حملات 11 سپتامبر 2001 به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک. نقطه عطف مبارزه آمریکا با تروریسم در خاورمیانه و به ویژه در افغانستان. حادثه‌ای که 18 سال از آن می‌گذرد و باعث گسیل نیروهای آمریکایی به افغانستان شد. آمریکا به افغانستان حمله و طالبان را متهم کرد که به اسامه بن لادن و دیگر مقام‌های ارشد القاعده پناه داده. از آن زمان سه رئیس جمهوری آمریکا در جنگی بسیار پرهزینه درگیر شدند. هزینه‌های انسانی این جنگ برای افغانستان بسیار سنگین بوده و هست و به میزان کمتری برای آمریکا. اما در این گزارش هدف بررسی هزینه‌های مالی آمریکا است. مخارجی که حالا دونالد ترامپ می‌خواهد به شدت آن را پایین بیاورد. اما هزینه 18 سال حضور نظامی این کشور در افغانستان چقدر بوده؟ 8 ماه پیش در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس، اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان به این رقم استناد کرد. دلیل اصلی حضور آمریکا در افغانستان نه به خاطر افغانستان بلکه به خاطر حادثه 11 سپتامبر است که در یک برآورد برای ایالات متحده آمریکا و جامعه آن 500 میلیارد دلار هزینه داشته. اما این رقم چقدر دقیق است و چگونه می شود آن را محاسبه کرد؟ اول نگاهی به شمار نیروهای آمریکایی در این سالها بکنیم. همونطور که می‌بینید بین سال‌های 2002 تا سال 2011 تعداد نیروهای آمریکایی بیشتر شده و از حدود 5000 تا به حدود 110000 نفر رسیده. اما از سال 2012 این روند برعکس میشه. در سال 2015 حتی به زیر 10000 نفر میرسه و البته بعد از اون با قدرت گرفتن نیروهای شورشی از جمله داعش و طالبان و تشدید حملات دوباره به بالای 10000 نفر برگشته. حالا نگاهی به هزینه ها بکنیم. آخرین آمار اینه. همونطور که میبینید با افزایش تعداد نیروها هزینه ها هم بیشتر شده. بین سالهای 2010 تا 2012 خرج آمریکایی ها تقریبا سالانه به 100 میلیارد دلار رسیده.
بین سالهای 2016 تا 2018 تمرکز ارتش آمریکا بیشتر بر عملیات تهاجمی از راه دور و آموزش نیروهای افغان بوده و رسیده به حدود 40 میلیارد دلار. اما جمع کل این هزینه ها طبق گفته وزارت دفاع آمریکا تا مارس 2019 حدود 760 میلیارد دلار بوده. رقمی بسیار بیشتر از آنچه رئیس جمهوری افغانستان گفته بود. اما دانشگاه براون آمریکا در یک مطالعه مستقل استدلال می‌کند که هزینه اعلام شده بسیار کمتر از عدد واقعی است. در این گزارش آمده هزینه مراقبت از مجروحان جنگی، بودجه سایر ادارات دولتی برای فعالیت‌های جنگی و بهره بدهی‌های جنگی محاسبه نشده. این گزارش برآورد کرده هزینه واقعی جنگ در افغانستان برای آمریکا به نزدیک 1 تریلیون دلار می‌رسد. دونالد ترامپ از منتقدان پروپاقرص چنین خرج‌هایی است. او حتی قبل از اینکه انتخاب شود در توییت‌هایش به کرات خواستار بازگشت نیروهای آمریکایی از افغانستان شده بود. و همینطور در کارزار انتخاباتی و پس از رسیدن به قدرت. این چرخه ویران کننده دخالت و هرج و مرج بالاخره باید تموم بشه. بر اساس توافق اولیه آمریکا با طالبان از شمار سربازان آمریکا در افغانستان کم خواهد شد. ولی آیا ممکن است این چشم‌اندازی برای پایان حضور نظامی آمریکا در این کشور باشد؟ مهدی بیگی، بی بی سی. اسرائیل میگوید در پاسخ به حمله های موشکی حزب الله حدود 100 گلوله تانک به مواضع این گروه در جنوب لبنان شلیک کرده. اسرائیل گفته درگیری ها به پایان رسیده ولی ارتش این کشور در حالت آماده باش است. حزب الله لبنان میگوید یک تانک اسرائیل را نابود کرده و سرنشینانش کشته یا زخمی شدند، ولی اسرائیل این خبر را تایید نکرده. اسرائیل همچنین روستای مارون الرأس در جنوب لبنان را گلوله باران کرده. مقام های دولتی لبنان و اسرائیل دقایقی بعد از شروع درگیری از رهبران فرانسه و آمریکا خواستند مداخله کنند و نگذارند این درگیری به جنگی گسترده تبدیل شود. فواز جرجس، استاد اقتصاد، استاد خاورمیانه مدرسه اقتصاد دانشگاه لندن، اینجا در استودیو با ما هستند. آقای جرجس، تا چه اندازه این درگیری قابلیت این رو داره که تبدیل بشه به یک مسئله بزرگ و حتی یک جنگ تمام عیار؟ It seems to me that it's a limited confrontation. به نظر من اینطور میاد که یک درگیری محدود هست بین حزب الله لبنان و اسرائیل. نه اسرائیل و نه حزب الله لبنان دنبال یک جنگ تمام عیار نیستند، هرچند شاید سوء محاسبات اتفاق بیفته، اما تا الان هر دو طرف دنبال این هستند که بتونن وضعیت رو به سطح درگیری محدود نگرش دارن. حزب الله لبنان چی میخواد؟ حزب الله لبنان دنبال ادامه وضع موجوده. از سال 2006-2016 آخرین جنگ حزب الله لبنان و اسرائیل، هرگز اسرائیل حمله به لبنان نکرده بود. کاری که اسرائیل کرد دو تا پهپاد فرستاد اونجا و کاری که حزب الله لبنان کرد مقابله مصر بود برای ادامه قواعد بازی از زمان سال 2006. ولی بارها نخست وزیر اسرائیل تهدید کرده و گفته که ما ساکت نمیشینیم، ما به اهداف حزب الله لبنان در سوریه خصوصا حمله میکنیم و حتی گفته این کار رو هم کردیم. آیا حرفایی که آقای نتانیاهو میزنه رو فقط شما حرفای تبلیغاتی ارزیابی میکنید؟ نتانیاهو at this moment در حال حاضر نتانیاهو نمیتونه وارد یک جنگ تمام عیار با حزب الله لبنان بشه. چرا؟ برای اینکه به زودی در این ماه انتخابات در اسرائیل خواهد آمد و هر گونه جنگ با حزب الله بسیار پرهزینه و حتی فاجعه بار برای اسرائیل خواهد بود. برای من فکر کنم اونچه که نتانیاهو داره انجام میده این است که به مردم اسرائیل بگه من یک مرد قوی هستم، من میتونم از اسرائیل حفاظت کنم، به من اعتماد کنید، ببینید من در سوریه، در عراق چیکار میکنم، ببینید در لبنان چیکار میکنم. اما همه اینها مصرف داخلی در خود اسرائیل هست این حرف ها. اما همه میدونن در حال حاضر نه نتانیاهو نه حزب الله لبنان دنبال جنگ تمام عیار نیستن، برای اینکه هر دو طرف منافع زیادی در ادامه وضع موجود دارن. از طرفی هم این طرف و اون طرف گفته میشد، دبیرکل حزب الله لبنان هم اشاره کرده بود که ممکنه تحولات
این منطقه از جهان تحت تأثیر تحولات قرار بگیره که در رابطه ایران و آمریکا هست. اگر یک درگیری در اونجا پیش بیاد، اگر روابط دو طرف به سمت تنش بیشتر حرکت بکنه چه؟ حرف شما کاملا درست هست. رهبر حزب الله لبنان حسن نصرالله به روشنی این رو گفت: اگر ایران مورد حمله قرار بگیره، چه توسط ایالات متحده یا توسط متحدان آمریکا مثل اسرائیل، تمام منطقه تبدیل به یک صحنه جنگ میشه. حزب الله لبنان به روشنی گفته حاضر وارد جنگ بشه برای دفاع از ایران، اما تا الان نه دونالد ترامپ و نه ایران دنبال جنگ تمام عیار نیستند. نتانیاهو و حزب الله لبنان هم اینا میدونن، اونها هم میدونن که قدرت های بزرگتر از اونها دنبال جنگ تمام عیار نیستن و وضعی که ما خواهیم داشت همین جنگ محدود خواهد. ممنونم از فواز جرجس، استاد خاورمیانه مدرسه اقتصاد دانشگاه لندن. مهدی نوربخش، استاد سیاست بین الملل در دانشگاه هریسبرگ پنسیلوانیا از ویرجینیا با ما هستند. ولی قبل از اون باید اشاره بکنم که الان گفتگوهایی در جریان هست بین ایران و همینطور بعضی از کشورهای دیگر، از جمله خب ما میدونیم که وزیر خارجه ایران و وزیر معاون وزیر خارجه ایران، اینها در حال شروع کردن یک حرکت دیپلماتیک هستند که میخوان برن به روسیه و همینطور به فرانسه، بلکه بتونن روابط بین ایران و آمریکا رو به گونه ای از شرایط فعلی خارج بکنند. همین الان مهدی نوربخش با ما هستند. آقای نوربخش، استاد سیاست بین الملل در دانشگاه هریسبرگ پنسیلوانیا از ویرجینیای آمریکا به ما پیوستن. آقای نوربخش، در درجه اول میخواستم از خدمتون بپرسم که حرف از این هست که باید یک خط اعتباری ایجاد بشه بین آمریکا، بین ایران و همینطور اروپا، خصوصا فرانسوی‌ها، که حرف از 15 میلیارد دلاره و حرف از یک ابتکار جدیده. تا چه اندازه این میتونه حل کننده مشکلاتی باشه که الان بین ایران و آمریکا هست در مسئله برجام؟ ولی من فکر نمی کنم بتونه مشکل ایران رو حل بکنه. 15 میلیارد دلار ریختن در این استکس ممکنه که برای یک ماه دو ماهی به هر حال کمک بکنه که معذرت میخوام یه مقداری اوضاع احوال آرام بشه، ولی که نهایتاً این یه راه حل برای ایران نیست. چیزی که الان میشه فهمید از ایران اینه که نظام جمهوری اسلامی به این برجام‌بندی رسیده که برجام باید نگه داشته بشه. تمام کوشش دولت روحانی الان بر این هست، تمام این تهدیدهایی که میبینیم در همین جهت هست که به هر بار برجام، اون چارچوب برجام نگه داشته بشه. اون یک پیش شرط هست الان برای مذاکره با آمریکا. و من فکر میکنم که به هر بار دولت ایران این هدفی رو که الان داره دنبال میکنه، به نظر من هدف کاملا درستی هست، هدف خوبی هست، به خاطر که اگه از برجام ما بیرون بریم، به احتمال بسیار زیاد امتیازاتی هم که با اروپا داریم، امتیازات رو از دست میدیم. اینه که این جهت به نظر من جهت بسیار درستی است که ایران الان داره دنبال میکنه. آقای نوربخش با ما بمونین. همونطور که اشاره شد، عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران برای مذاکره با طرفهای فرانسوی و بررسی پیشنهاد رئیس جمهوری فرانسه به پاریس میره و همینطور تلاش‌های دیپلماتیک با مسکو هم در جریان هست. گزارش داریم در این باره از شبنم شعبانی. بعد از دیدن این گزارش به گفتگو با آقای نوربخش برمیگردیم. 5 روز به پایان مهلت ایران برای کاهش تعهدات برجامیش برای بار سوم. تلاش‌های دقیقه 90 شرکای باقی مانده در برجام تا ایران را قانع کنند تهدیدش را عملی نکند. مقام‌های عالی رتبه وزارت خارجه ایران روزهای پر جنب و جوشی در راه دارند. وزیر خارجه به مسکو می‌رود، معاونش به پاریس. قرار است عباس عراقچی در فرانسه درباره پیشنهاد رئیس جمهوری این کشور درباره حفظ برجام رایزنی کند، همراه با هیئتی اقتصادی. تصمیمی که ظاهراً دیشب بعد از گفتگوی تلفنی حسن روحانی با همتای فرانسویش قطعی شده. گفتگوی شبه ماراتونی 2 ساعته‌ای که خود نشانه ایست از پیچیدگی برداشتن هر گام بعدی برای حفظ برجام. توپ حالا ظاهراً در زمین فرانسه است.
امانوئل مکرون هفته پیش با گشودن درهای نشست G7 بر روی وزیر خارجه ایران شتاب گفتگوها را برای حفظ برجام بالا برد. حسن روحانی در گفتگو با امانوئل مکرون اما بخش‌های قابل توجه از پیشنهاد فرانسه را تغییر داده. ما بخش‌های قابل توجهی از این پیشنهاد که اونها دادن و مورد قبول ما واقع نشده بود. تیم اقتصادی هم از وزارت نفت هم از بانک هم از بخش‌های مختلف میرن که با طرف‌های خودشون مذاکره بکنن. جزئیات این پیشنهاد چندان روشن نیست، اما در گزارش‌های غیررسمی آمده که فرانسه در پی گشایش یک خط اعتباری 15 میلیارد دلاری برای ایران است و پیش قدم رایزنی با آمریکا تا معافیت موقت نفتی برای ایران بگیرد. اگر تلاش‌ها به نتیجه نرسیده و اراده لازم در طرف‌های اروپایی وجود نداره و یا اگر اراده هست اما توانش رو ندارن که به تعهدات خودشون برگردن و اونها رو اجرایی کنن، جمهوری اسلامی ایران گام سومش رو به اصطلاح خواهد برداشت و این گام سوم همونطور که عرض کردم الان طراحی شده و آماده هست و قطعا از گام‌های اول و دوم محکم‌تر هست. آنچه روشن است اصرار ایران به بازگشت نفتش به بازار جهانی و کمر صاف کردن بعد از فشار تحریم‌های آمریکاست. هیئت اقتصادی که فردا در پاریس بر سر میز مذاکره می‌نشیند نشانه همین خواست است. خواستی که اگر برآورده شود احتمالاً گل دقیقه 90 به نفع برجام خواهد بود. شبنم شعبانی، بی بی سی. مهدی نوربخش استاد سیاست بین الملل همچنان از ویرجینیای آمریکا با ما هستند. آقای نوربخش، از همین الان هم به نظر میاد که تکاپوها بیشتر شده، خصوصا در بین مخالفان. آقای بولتون میدونیم راضی نیستن، مقام‌های آمریکایی هم این طرف اون طرف تماس‌های خودشون رو شروع کردند. کار به نظر نمیاد که آسون باشه. نه کار به هیچ شکل، من کاملا با شما موافق هستم، کار به هیچ شکل راحت نیست، آسان نیست. اما یه فرقی باید قائل شد بین خود ترامپ و کسانی مثل بولتون و نتانیاهو. ترامپ در سیاست خارجی خودش، در جنگ‌های تجاریش، در روابط و ضوابط خودش با آسیا شکست خورده است. کره شمالی نتونسته به هر بار چیز عاید سیاست خارجی آمریکا بکنه و پیش از انتخابات ترامپ نهایت کوشش رو داره میکنه که با ایران به یه شکلی به هر بار به جمع‌بندی برسه. یکی از دلایلی که من و بسیاری که طرفدار مذاکره هستن الان، اصرار ما بر این هست که اگه وقتی هست برای مذاکره با آمریکا، وقت الانه، به خاطر که ایران با دستی که در حقیقت پر هست الان میتونه سر میز بشینه. به دو دلیل، یکی که ترامپ واقعا میخواد یه کاری انجام بده، میخواد یه چیز در حقیقت عایدش رو از این مذاکره، و دوم اینکه اقتصاد کشور ما هنوز به مرزهای غیر قابل کنترل رسیده نشده. در ضمن ایران با غنی سازی در مرحله سوم، این استراتژی نیست که ایران بتونه نهایتا به طور غیر محدود ازش استفاده بکنه. به محض که ایران غنی‌سازی خودش به مرزهای 20% میرسه، وقت زمینه‌های به هر بار فروپاشی برجام فراهم میشه و این به نفع ایران نخواهد بود. اینه که با وقتی که ما همه این مسائل رو در نظر میگیریم، حفظ برجام، موقعیت الان فرصت خوب، وضع ترامپ، به نظر من بهترین فرصته که ایران خودش رو آماده بکنه، به شرط اینکه و ایران یکی از شروطش اینه که ایران مجدداً بتونه بیاد که بازار نفت و نفت خودش رو بفروشه و مذاکره شروع بشه. خب آقای نوربخش، اگر مذاکره بخواد صورت بگیره، لابد هدفش این خواهد بود که مذاکره باشه برای رسیدن به توافقی برد برد. با آقای اوباما میتونستن این کار رو بکنن، ولی واقعاً با آقای ترامپ میتونن به توافق برد برد برسن؟ بسیار مشکل تره، به خاطر که در زمان اوباما میدونید که اسرائیلی خوششون نمیاد از کاری که اوباما داره میکنه. ترامپ الان کشور عربستان سعودی، کشور به هر بار اسرائیل رو به یه شکلی نمایندگی میکنه، اما خیلی هم نباید مشکل دید. حالا خیلی ها بحث میکنه که آقای ترامپ یک تاجره، من یه مقداری در حقیقت بیشتر میرم. الان یک رئیس جمهوری هست که در سیاست خارجی شکست خورده است و این فرصت طلاییه، این فرصت رو ما نباید بذاریم از دست بره. من احساسم اینه که دولت ترامپ برجام رو نهایتاً قبول میکنه با یه سری چیزایی در حقیقت
جزئی که به برجام اضافه میشه، اسم برجام در حقیقت عوض بشه، به خاطر که برجام در حقیقت امضای اوباما رو داره و یه سری کارهای اینجوری. اینه که وارد مذاکره باید شد، پرچوان باید وارد مذاکره شد و دید که نهایتاً به کجا میرسه. من خودم احساسم اینه که ترامپ حاضر هست پس از این شکست و پس از این که اینها میدونن که فکر میکردن که با گذاشتن این تحریم روی ایران در طول فاصله یک ماه، دو ماه، سه ماه ایران اقتصاد ایران شکندنگی خودش رو نشون بده، فروپاشی شد. چنین چیزی نبود، یک دونه در حقیقت محاسبه نادرست بود و الان یه مقداری میشه گفت که برخورد در حقیقت درستری به اوضاع احوال دارن از طرف آمریکا. خب همین ایران میگه که همین محاسبه درست الان کار رو به جایی رسونده که ما چیزی برای باختن نداریم، بنابراین نیازی هم نیست که خیلی به خاطر مذاکره با آقای ترامپ به آب و آتیش بزنیم. بله، من احساسم اینه که ایران چیز برای باختن زیاد داره. یعنی ایران هنوز اقتصادش فروپاشی نشده، به هر بار ذخایر ملی هست که ایران داره ازش استفاده میکنه، ما بسیار داریم از دست بدیم. اگه ایران کشور به مرز فروپاشی اقتصادی برسه، این به نظر من هزینه بسیار بزرگی هست که ایران باید پرداخت بکنه و ما نباید اجازه بدیم که ما به اون مرز نزدیک بشیم. من کلن با این بحث موافق نیستم که ایران چیز زیادی نداره دست بده. با احترام بسیار زیاد برای شما، ایران الان در شرایط فعلی تا به اون مرز فروپاشی به شکلی و تنگنای عظیم قرار نگرفته اقتصادش، بعد فکر بکنه که به هر بار بتونید مشکلاتش حل بکنه. بسیار بسیار ممنونم از مهدی نوربخش، استاد سیاست بین‌الملل در دانشگاه هریسبرگ پنسیلوانیا از ایالت ویرجینیای آمریکا با ما. و صنعت خودروسازی ایران روزهای سختی را تجربه می‌کند. موارد اتهامی کم نیستند، از فساد مالی گرفته تا گران فروشی و سوء مدیریت. صنعتی که هزاران میلیارد تومان به مردم و بانک‌ها بدهی دارد و زیان‌هایش به مصرف کننده و محیط زیست امروز در کانون توجه قوه قضاییه و مجلس قرار گرفته. یک نماینده مجلس ایران حتی کار را به جایی رسانده که میگوید این خودروسازی به اندازه یک جنگ به ایران خسارت میزند. سیاوش اردلان گزارش میدهد. جنگ مرگبار و ویرانگر است. ایران تجربه اش را داشته و امروز نیز سایه جنگ و پیامدهای آن ایرانیان را نگران میکند. اما ایران همین الان هم درگیر یک جنگ هست با صنعت خودروسازی خودش. عرابه‌های مرگ و تخریب که با شعار خودکفایی امروز زیر ضرب مجلس و قوه قضاییه قرار گرفتند. در مجلس این گفته‌های بهرام پارسایی نماینده شیراز گویای شرایطی جدید در رابطه صنعت خودروسازی و نظام است. فساد گسترده در صنعت خودروسازی موضوعی غیر قابل انکار است. صنعت خودروسازی به اندازه یک جنگ به کشور خسارت می‌زند. بعضی ها می‌گویند با این همه مشکلات مردم چرا به موضوع خودرو چسبیده اید؟ دولت همواره به صنعت خودرو برای آنکه فعال باشه حمایت کرده. تأثیر حمایت‌های بی‌رویه دولت از صنعت خودروسازی از چشم رئیس دولت هم پنهان نمانده. مقامات ایران اذعان دارند که حمایت از صنعت خودروسازی داخلی به فساد و ناکارآمدی در آن دامن زده. حمایت بی حد و حصر یعنی خارج کردن یک صنعت از رقابت جهانی و خروج از رقابت یعنی پایین آمدن کیفیت و یا حتی بالا رفتن قیمت. و از اون مهمتر مسئله محیط زیست. همراه با ده ها تجمع اعتراضی مردمی که احساس میکنند سرشان کلاه رفته. و این برآوردهای بهرام پارسایی از زیانهای صنعت خودروسازی برای کشور هست. مجموع بدهی خودروسازان و پول دریافت شده از مردم و بانک ها توسط صنعت خودروسازی چیزی از نزدیک به 80 هزار میلیارد تومان، به نرخ امروز نزدیک به 8 میلیارد دلار. اگر نگاه بکنیم به مصرف بنزین، خودروهای داخلی سالانه 90 میلیارد لیتر بنزین مصرف میکنن. اگر مبنای مصرف رو کشوری مثل ترکیه قرار بدیم که ماشین‌های بیشتر داره و مصرفش کمتره، نصف این بنزینی که ایران مصرف میکنه برای خودروهای داخلیش بیخودی و هدر رفت هست و 200 هزار میلیارد تومان از این بابت میشه صرفه‌جویی بکنه. اگر دلایل تصادف رو خطای انسانی، ضعف خودروها و ضعف زیرساخت‌ها بدونیم، یک سوم سالانه 17 هزار
کشته و 330 هزار مصدوم نتیجه عملکرد صنعت خودروسازی در ایران است و سالانه 11 هزار مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا را داریم که اون هم 80 درصدش به پای صنعت خودروی داخلی گذاشته میشه. صنعت خودروسازی ایران روزهای پرفراز و نشیبی را پشت سر می‌گذارد. توی ایران خودرو ما مدیر ایران خودرو بازداشت شده. مدیر ایران سایپا ممنوع الخروج شده و 6 مدیر دیگرش پرونده دارند. دستور ویژه رئیس دستگاه قضا. اما اینکه این برخوردها نتیجه رویکرد جدید در دولت و حکومت باشد که گره‌ای از مشکلات باز کند، بحث دیگری است. قرار است ایران خودرو و سایپا سال آینده به بخش خصوصی واگذار شود. اما کسی آینده را روشن نمی‌بیند، زیرا خصوصی سازی در حوزه‌های دیگر لزوماً نتیجه مثبت نداده و چه بسا به فساد و سوء مدیریت بیشتر دامن هم زده. شاید همه اینها بهایی است که ایرانیان باید برای نزدیکتر شدن به خودکفایی در شرایط تحریم بدهند. بهایی همتراز یک جنگ. سیاوش اردلان، بی بی سی. با شروع ماه محرم نیروی انتظامی در ایران در مورد نحوه برگزاری این مراسم هشدارهایی داده. پلیس در بیانیه گفته با هر گونه به قول آنها جریان انحرافی از قبیل غمزنی و استفاده از تصاویر خرافی و نامناسب در ماه محرم برخورد میکند. در مورد موسیقی مورد استفاده دسته های عزاداری هم گفته با استفاده از آلات و ادوات نامتعارف موسیقی مقابله میکند. البته در این بیانیه تعریف مشخصی از تصاویر خرافی یا موسیقی نامتعارف داده نشده. بعضی از مخاطبان بی بی سی فارسی نظراتشون رو به پیامگیر تلگرام ما که هست @bbc شما این گونه فرستادند. در مورد مطلب غمزنی و نیروی انتظامی و برخوردا چطور واسه عروسی ها و مهمانی ها نیروی انتظامی که صدا باید داخل خونه باشه، نباید مزاحم دیگران حتی همسایه بغلی باشه؟ اینجا عزاداری هم باید تو مکانی باشه که مزاحم حتی همسایه بغلی و همسایه بالایی همسایه پایینی نشه. اینجا دستا را میفتن تو خیابون نصف شب با اون صدای وحشتناکشون، قطعا مزاحمت ایجاد میکنه. هر نوع مزاحمت طبق دستور اسلام حق و ناس داره و حرامه. من هم با عمل نیروی انتظامی در قبال برخورد با آلات موسیقی پرسر و صدا در عزاداری های ماه محرم کاملا موافقم. البته عمل باید جوری باشه که به کسی توهین نشه. غمزنی هم که در جاهایی که دوربین هست انجام ندن. محدودیت ها که همیشه میگفتن این کارها جرمه، نباید انجام بشه و هیچ کس هم پیگیر نبوده. فکر میکنم مثلا باز نمایشی کلیت اصل نظام با این چیزا موافقه، فقط روشون نمیشه اعلام علنی کنن که موافقن و بعد تظاهر هم میکنن که مخالفن. اما آیا اگر مخالف بودن میتونستن ادامه بدن کسایی که این کارها رو انجام میدن؟ هر سال غمزنی هست، هر سال صدای مداحی خیلی بلند هست، هر سال همه اینایی که میگن نباید انجام بشه هست. امروز 80 سال روز آغاز جنگ جهانی دوم بود، جنگی که با اشغال نیمی از لهستان به وسیله آلمان نازی شروع شد و با اعلان جنگ بریتانیا و فرانسه به آلمان در حمایت از لهستان به سرعت سرتاسر اروپا و بقیه جهان را به آتش کشید. ایران از جمله کشورهایی بود که در طول جنگ به اشغال متفقین به رهبری بریتانیا، شوروی و آمریکا در آمد و مردمش ناخواسته متحمل رنج شدند. گزارش داریم از خشایار جنیدی درباره جنگ جهانی دوم در ایران. اول سپتامبر 1939، نهم شهریور 1318، ارتش آلمان پس از چند سال تنش میان رایش سوم و همسایگانش به لهستان حمله ور شد تا جنگ جهانی دوم کلید بخورد. جنگی خانمان سوز که خیلی زود از اروپا به دیگر نقاط جهان سرایت کرد و حدود 80 میلیون کشته بر جا گذاشت. ایران بی‌طرفی خود را اعلام کرده بود، ولی جنگ 2 سال بعد به مرزهایش رسید. به بهانه حضور مهندسان آلمانی در خاک ایران و
نزدیک شدن رضا شاه به آلمان. انگلیس ها خیلی زودتر از اون که حمله کردند، خیلی زودتر از اون که اولتیماتوم دادن، در اسناد معلومه که دارن دنبال یک مستمسکی میگردن برای اینکه ایران رو اشغال بکنن و مانع از این بشن که آلمان ها به ایران دسترسی پیدا کنن، برای اینکه آلمان ها هم خیلی فعال بودن در ایران. ارتشای شوروی و بریتانیا در سوم شهریور 1320 از شمال و جنوب به ایران حمله کردند. ارتش ایران به غیر از چند مقاومت پراکنده جلوی اشغالگران تاب نیاورد و هواپیماهای متفقین حومه تهران و چند شهر بزرگ از جمله همدان را بمباران کردند. اون اول بار که هواپیمایی که در ارتفاع خیلی بالا داشتیم همونجا از اون بیرون از شهر تماشا میکردیم به این هواپیما، معلوم بود خب خارجش اون وقت زیاد ما هواپیما بیاد با اون ارتفاع نداشتیم میگه، و بعد یه دفعه صدای انفجار پیدا شد که پسر عمه من که بسیار مهمون میگه او زدن. ایران اشغال شد و به رغم مخالفت اولیه متفقین در نهایت ولیعهد جوان ایران به جای پدر که به تبعید می‌رفت به سلطنت رسید. اشغال ایران برای متفقین یک مزیت مهم داشت. خاک ایران بهترین راه برای کمک به جبهه‌های جنگ شوروی بود. آمریکایی‌ها تجهیزات نظامی خود را به بنادر ایران در خلیج فارس می‌فرستادند تا با استفاده از راه آهن و جاده‌های ایران به شوروی فرستاده شود. ایران پل پیروزی متفقین نام گرفت. The Persian corridor was regarded as a vital supply line for the Soviet Union. The survival of the Soviet Union is critical. کوریدور ایران مسیر تدارکاتی حیاتی برای شوروی بود. حفظ شوروی در برابر آلمان اهمیت زیادی داشت. به خاطر سختی زیاد ارسال محموله از طریق قطب و خطر زیردریایی های آلمان برای کاروان ها، مسیر ایران اهمیت بیشتری پیدا میکرد. ارمغان جنگ برای مردم ایران جز گرانی و کمبود مواد خوراکی و سختی معیشت چیز دیگری نبود. با این حال اشغال آزادی هایی را هم به همراه خود آورد. شگفت انگیزه، ولی از یه طرفی دوران اشغال دوران شکوفایی دموکراسی در ایرانه، دوران پیدایش روزنامه های متعدد، احزاب متعدد، بعضیش تحت حمایت شوروی، بعضیش تحت حمایت غربی ها، بعضیش خودجوش و مستقل و ملی. در اوج جنگ جهانی دوم جوزف ستالین، فرانکلین روزولت و وینستون چرچیل، رهبران شوروی، آمریکا و بریتانیا بدون اطلاع دولت ایران در آذر 1322 به تهران آمدند تا در نشستی سری برای آینده جنگ برنامه ریزی کنند. متفقین در این نشست استقلال و تمامیت ارضی ایران را پس از اتمام جنگ تضمین کردند. ایران با تمام مشکلاتش مهمانان دیگری هم داشت. ده ها هزار پناهجوی لهستانی که از بازداشتگاه‌های شوروی آزاد شده بودند. مردانشان به جنگ پیوستند و زنان و کودکانشان در ایران ماندند. جنگ جهانی دوم در نهایت با شکست قوای محور و تسلیم آلمان و ژاپن در سال 1324 به پایان رسید. زمان خروج اشغالگران از ایران فرا رسیده بود. بریتانیا به قولش عمل کرد، ولی شوروی تا یک سال از خروج از آذربایجان ایران خودداری می کرد. مذاکرات فشرده احمد قوام با شوروی بر سر نفت شمال، دیپلماسی فعال ایران در شورای امنیت که تازه تأسیس شده بود و فشار آمریکا، در نهایت خروج ارتش سرخ را
از ایران به همراه داشت. خشایار جنیدی، بی بی سی. اما فصل سفر و طبیعتگردی، ایران هم از شمال به جنوب و غرب به شرق دارای طبیعت متنوعه. سپهر یکی از مخاطبان ما از سفری که به سد البرز در سواد کوه داشته تصاویر زیبایی فرستاده و تجربه سفرش رو به این منطقه توضیح داده. استان مازندران، شهرستان سواد کوه، سد خاکی البرز. بعد از رفتن به این منطقه، شنا کردن و شناسایی این منطقه متوجه شدیم که میزان زیادی از ریشه و تنه درختان در زیر آب وجود داره که این باعث میشه که شنا کردن توی این منطقه رو براتون خطرساز بکنه. فصل بهار و اوایل فصل پاییز بهترین زمانی هست که شما میتونید به این منطقه سفر کنید. وقتی به این منطقه سفر کردید، برای گذروندن شب در این منطقه به شما دنبال اقامتگاه یا هتل نباشین و باید برای موندن در این منطقه حتما لوازم و وسایل طبیعتگردی و کوهنوردی همراهتون باشه. عجب تصاویری. ممنونم از همراهی شما با این برنامه تا آخرین دقایقش. شب و روز بر شما خوش.